ساخت انجام میشه و همینطور در حال حاضر به صورت قطعی کامل و آماده مونتاژ شدن روی محصول نهایی هن. مثلا کاربراتورهای موتورهای درون سوز رو میتونیم مثال بزنیم یا حتی کل موتور درون سوز. مورد بعدی قطعات نیمه تمام بود که در یه تعریف کلی هر جور مواد، مصالح و قطعاتی که وارد خط تولید شدن و هنوز به صورت تمام شده به انبار تحویل داده نشدن جزء این گروه از موجودیان. مثلا یه مقدار پارچه که از مرحله برش گذشته و در جلوی ماشینای دوخت منتظر عملیات دوخت هستن. مورد بعدی محصولات تمام شده یا محصولات نهایی رو شامل میشه که محصولات تمام شده و آماده فروش یا فرآوردهای نهایی اینا مواردی هستند که کلیه عملیات تولیدی، کنترل کیفیت و بسته‌بندی روی اونا انجام شده و به انبار تحویل داده شدن و آماده فروشن. این محصولات ممکنه بنا به سفارش مشتری به مقدار معینی تولید شده باشه ولی هنوز به مشتری تحویل داده نشده باشه. همینطور ممکنه بر اساس پیش‌بینی‌های بخش فروش محصولات آماده شده و تدریجاً به بازار تحویل داده بشه. مورد بعدی سایر مواد و قطعات هستش. اینا موادی هستند که در جریان تولید یا در پشتیبانی از تولید در کارخونه مصرف شدن ولی در فرآورده نهایی اثری از اونا وجود نداره. این مواد که مواد غیر مستقیم هم بهشون میگن به همه مواد و قطعاتی گفته میشه که مستقیما بر روی محصول تمام شده اضافه نمیشه. مثلا انواع روغنای هیدرولیک در داخل پرس ها یا انواع پرس ها یا انواع مواد و قطعات مورد مصرف در بخش اداری و همینطور دارای مصارف عمومی مثلا لوازم تحریر و وسایل مصرفی ایمنی مثل دستکش. در این قسمت به بیان یه سری نکات مهم میپردازیم. اولین مورد اینه که در واقع موضوع کنترل تولید و موجودی، برنامه‌ریزی و کنترل کالاها و مواد به هدف حفظ و نگهداری موجودی در سطحیه که تقاضای مشتری ها برآورده بشه و همینطور کمترین هزینه رو داشته باشه. نکته بعدی اینه که موجودی در حالتی باعث تحمیل هزینه به سیستم هستش، اما این دلیلی نمیشه که موجودی نگهداری نشه. و نکته آخرم بیان میکنه که کنترل موجودی با هدف حمایت از تولید انجام میشه. اهمیت موجودی‌ها از جمله دارایی‌هایی هستند که نیاز دارند به توجه دقیق مدیر واحدهای تجاری و تولیدی. موجودی‌ها دو تا ویژگی مهم دارند که این دو تا ویژگی توجه خاص به اونا رو الزامی میکنه. ویژگی اول اینه که مقدار زیادی از منابع واحدهای تجاری تولیدی توی موجودی‌ها نهفته هستن و ویژگی دوم در گردش موجودی هاست که برخلاف دارایی غیر جاری به طور مداوم مصرف و مجدداً جایگزین میشن. علارغم هزینه های مرتبط با نگهداری موجودی ها، داشتن موجودی در کارخونه یه موضوع غیر قابل اجتنابه. موضوع مهمم اینه که هزینه های روبرو شدن با کمبود کالا و مواد اولیه و قطعات یدکی، مشکلات توقف تولید، از دست رفتن فرصت فروش کالا و موارد دیگر رو داره. در مواردی هزینه این مشکلات هم میتونه بیشتر از هزینه های ذخیره موجودی باشه. بنابراین برنامه‌ریزی موجودی‌ها و همینطور موجودی‌ها باید بتونه اهداف سازمان رو پشتیبانی بکنه. این به این معنیه که برنامه‌ریزی موجودی‌ها به استراتژی‌های طراحی شده برای سازمان متکی هستش. افزایش موجودی در دسترس به تقاضای مشتری‌ها به موقع جواب میده ولی افزایش موجودی یعنی دارایی راکت و زمانی که دارایی راکت باشه یعنی سمت راست ترازنامه افزایش پیدا می‌کنه که ممکنه سمت چپ ترازنامه با وام و قرض اونو پوشش بده. یعنی شرکت‌ها وام می‌گیرن و اونو به شکل موجودی در انبارا نگهداری می‌کنن و این یعنی کند شدن جریان نقدینگی. دلایل نگهداری موجودی‌ها یکی به خاطر دیر رسیدن احتمالی مواد هستش که ضروری وجودش. دومین مورد تغییرات قیمت ها هستش. میگم هر کسی قیمت ها تو نکن فایده